رئیسی که اومدن یه آیه شوشتری نامی از فوق لیسانس الهیات زهرا حجت الله اینا رو نمیدونم. متاسفانه ایشون و تیمش تصمیم گرفتن من امسالی مدرسه باشم، میگن برو به مدیر و چهارپنج تا معاون و مشاوراش کمک کن، اونا هم بیکارن. ضمنی که بعضی افراد هستن اینجا توجه به اینکه تمام اسرار و رمز و رموز و زندگی من رو میدونن، من تردید دارم اینا معلم باشن. خواستم کارت شناسایی معلم بیدنشون رو ببینم، نشون نمیدن. حالا بگذاریم، بارها به مسئولین گفتم که خب حالا نمیذارید برم تو کلاس درس بدم، از تخصص من استفاده کنید، بذارید برم تو پژوهش سرا کار تحقیقاتی به من بدید فلان، حداقلی کارو کنید. آقای رئیس جمهور هم نخبه های ایرانی خارج از کشور رو داره میگه بیان ایران، ما محیط امن و خوبی برای فلان و اینا داریم، حتی میگن نخبه های خارجی رو دارن دعوت میکنیم. باور میکنید علاوه بر این که از روش تدریس هم خوششون نمیاد، یه دلیل مهم دیگه که اجازه نمیدن من برم تو کلاس درس بدم تعامل داشته باشم با دانش آموزا اینه که میترسن من از تعاملاتم با دانش آموزا یا از مواردی که تو کتب درسی میبینم و فلان و اینا الهام بگیرم و بعد برم مقاله بنویسم یا ویدیو تهیه کنم. حتی میگن تو اتاق همکارا نرو صحبت نکن. بگذاریم، من واقعا با تمام وجودم به وجود خداوند و ماورا طبیعه جن و خواب و اینا اعتقاد و ایمان دارم. این جن رو گفتم، من معتقدم شما اگه در یه محیط مطرود و تنها و به ویژه شب باشه تاریک به جن فکر کنید، جن میاد سراغتون. من اینو خیلی تجربه کردم تو روستا که بودم، 7-8 سال معلم نمی‌کردم، کنجکاف بودم، به جن فکر میکردم عمدن که بیان سراغ من، میخواستم اینو بیشتر درکشون کنم. در هر حال من راجع به اثبات وجود خدا و راجع به خوابایی که دیدم یه مقاله نوشتم، تو وبلاگم گذاشتم. حالا یه دو سه تا از این خوابایی که دیدم و بعد به وقوع پیوسته برام به شما بگم. همین تابستون رو گذشته که میخواستم برم آنکارا، رفتم بلیط هواپیما گرفتم، فرداش که میخواستم برم شبش خواب دیدم که چند نفر اومدن به من یه آمپول زدن که بی‌حس شد تمام بدنم، ولی خب درک میکردم، میدیدم. بعد منو گرفتن بردن این چند نفر جلو قفس یه شیر بزرگ گذاشتن. این خوابو جدی نگرفتم متاسفانه، رفتم آنکارا و اردوغان و پلیس آنکارا با همکاری مافیا، یعنی با این مافیایی که منو فراری داد از ایران، چندین بار فراری داده، حتی دبی هم رفتم، همه بلاها رو به سرم آوردن. آنکارا رو به من جهنم کرد، 4-5 روز واقعا جهنمی، که دو تا ویدئویی که به زبان انگلیسی و یکی به زبان فارسی گذاشتم که اونجا به من چه گذشت و با من چه کردن بخشش رو ارائه دادم. حالا یادم سال 1368 یه اتفاق ناجوری برای من افتاد. شبش خواب دیدم که با یه نفر داخل ماشین نشستیم، توی تونل تاریک هستیم و داریم میریم جلو. او آخرای روزنه بود، ولی هرچی ما رفتیم نرسیدیم و بعد من بیدار شدم از خواب. حیرت آور هست، سال 85 که هند رفتم، او نفر استادم بود که منو پذیرفت که در واقع دانشجو دکتراش باشم و او ماشین استادم بود که من دقیقا همون دیدم. البته هنوز از اون تونل در نیومدم، هنوز از اون تاریکی و شرایط بد در نیومدم، هنوز به اون روشنایی نرسیدم. خب بعد تو همون هند بودم، یه شب خواب دیدم چند نفر، یه نفر رو تو تابوت گذاشته بودن، یه تابوت چوبی که فراعنه مصر رو میذارن و داشتن مومیاییش میکرد. از نوک پا شروع کردم به مومیایی کردن، هرچی مومیایی میومد بالا این طرف وحشت بیشتری بهش دست میداد و بعد مومیایی رسید به اینجا دیگه، اینجا اومد دیگه، داشت احساس میکرد که دیگه آخرش میخواد خفه بشه بمیره. وحشت عجیبی به اون فرد درست داد، اینقدر وحشت کرد که من از وحشتی که او کرد از خواب بیدار شدم. ساعت 2:30 شب بودم، یه صدای خیلی آرومی از یه گوشه از اتاق کوچکم میاد، اتاق گرفته بودم ماهی 18,000 تومان. برق رو روشن کردم، دیدم که یه عنکبوت تو گوشه اتاقم بود، کارش نمیگرفتم. میگفتم خب من دارم زندگی میکنم، اینم در پناه من زندگی کنم. بعد دیدم که یه سنجاقک آبی خیلی قشنگ رفته بود توی تارای عنکبوت گیر کرده بود و عنکبوت داشت تاراشو میپیچید دوری سنجاقک. باور کنید تا اینجای سنجاقک اومده بود. من وحشت کردم به خدا و گفتم این چه کاری بود، چی بود. بعد دیگه همونجا یه چیزی بهم گفت که بالاخره
من مأمور شدم که او سنجاقک رو نجات بدم. خیلی با ظرافت اون تاروپود عنکبوت رو باز کردم و این سنجاقک رو پنجره کوچیک اتاقم رهاش کردم رفت. البته همونجا آننم پدر بزرگم به ذهنم رسید، چون هندیای اصلی دارن به اسم اصل تناسخ. او خیلی فکر کرده بود، مثلا اینا میگن که وقتی یه آدم میمیره روحش دوباره در هیبت یه موجود دیگه پا به دنیا میزه. برای خودم خیلی با اتفاق افتاده که مثلا میبینم خیلی موارد رو تجربه کردم که توی دنیای واقعی نبوده، ولی خب من تجربه کردم، احساس میکنم توی دنیای دیگه ای بودم، اونا رو تجربه کردم، خیلی از این موارد دیدم. حالا اینو به شما بگم که پدر بزرگم بهترین دوست من بود، مت میداد، امید میداد. بعد پدر بزرگ خدا بیامرز داد و یکی دو سالش بود مادر بزرگم فوت کرد. پدر بزرگم از مال دنیا یه مغازه داشت که وقف امام حسین کردش. پدر و پدر بزرگم هم از مال دنیا یه حیات داشت که اونم وقف امام حسین کرد. بعد پدر بزرگم بعد فوت مادر بزرگم یه زن دیگه گرفت تو سن 73 سالگی. خداوند بهش یه پسر داد. من رفتم مغازش یه بار بهش گفتم که این مغازه تو بیا برو از وقف امام حسین در بیار بده به پسرت که دچار مشکل نشه، یه کمکی بهش باشه. و متقاعدش کردم، اول نمیپذیرفت و بعد پذیرفت دیگه. گفت باشه من این کارو میکنم. 3-4 روز بعدش پدر بزرگم حالش به هم خورد و بردنش بیمارستان و بجنورد و به ما زنگ زدن که گفتن فوت کرد. بعد جنازه‌ش رو که آوردن دورشو بانفیچی کرده بودن، همینطوری سرشو اینا رو، من چهره پدر بزرگم مشخص بود. در اون لحظه‌ای که جان داده بود یه وحشت خیلی عجیبی وجودشو گرفته بود، این وحشت در چهرهش تبلور پیدا کرده بود که من خیلی مشکوک شد. به نظرم رسید انگار که قبل این که یه جمله وحشتناکی بهش گفتم فلان اینا اینطوری بوده. این به ذهن من رسید در هر حال. و بعد دیگه رفتم هر کار کنم که بعد فوت پدر بزرگم این مغازه رو به پسرش منتقل کنیم. گفتن که شرع و اسلام این اجازه رو نمیده دیگه، ما هم بالاخره مسلمانیم و تسلیم و در برابر قوانین و شرع و خداوند پذیرفتیم. یه نکته دیگه به ذهنم رسید، چند مدت پیش خمس مالم رو در واقع خواستم بپردازم، رفتم پیش شیخ شهرمون، حساب کرد گفت 20 میلیون تومان میشه. گفتم که میشه من اینو بدم یه یتیم سادات داریم تو خانواده خودمون به او بدم، بالاخره یه خمس مال ساداته. فوری گفت نه نمیشه. گفتم خب واقعا هیچی، یعنی هیچی نمیشه، یه قسمتش هم نمیشه. یکم فکر کرد گفت 3 تومن رو میتونی بده از 20 میلیون تومن. که بعد اومدم مشهد تو خیابون یه روحانی رو دیدم، ازش پرسیدم، گفت نه تو حداقل 50% رو میتونی بده. حتی یکی گفت همش رو به او تعلق میگیره. من دیگه پیگیری نکردم، گفتم باز استکاکی پیش نزیت هم نکنم. حالا اینو میخوام بگم، او خوابی که من دیدم که اون طرف رو مومیایی میکردم، بعد اون سنجاقک که عنکبوتی تاراشو پیچید دورش و بعد اون پدر بزرگم که بان پیچی کرده بودن، اینا همه در یه راستا بودن. با توجه به اصل تناسخ هم گفتم، یه دفعه هم به ذهنم اومد که در واقع اون سنجاقک تبلور دیگه از پدر بزرگم بود که اونجا بالاخره من تو هند تک و تنها بودم تحت آزار و اذیت و شکنجه وزارت اطلاعات وقت احمدی نژاد و وزارت علوم و اینا بودم. پدر بزرگم اومده بود بالاخره دلش سوخته بود، اومده بود به من سر زده بود. نکته خیلی حیرت آورتر دیگه، من باور کنید به چندین بار به دوستان گفتم شاید حدود 10-15 سال بعد مرگ پدر بزرگم در یه دنیای موازی داشتم با پدر بزرگم زندگی میکردم، با قرآن محمدی به خدا راست میگم، یعنی مثلا هم توی دنیا بودم هم توی دنیا با پدر بزرگم، همون رفت و آمد و تعاملات و اینایی که قبل مرگش داشتیم داشتم و من باورم نمیشد. وقتی که این مسئله رو عنوان کردم دیگه ارتباط من با پدر بزرگم توی دنیای موازی که با هم زندگی میکردیم قطع شد. حالا من چند بار گفتم که، یعنی به من یه بار گفتن که طالع تو رو دیدن، به خاطر که گفتم از اون قدیم دنبال من هستن. شاید یه دلیلش هم اینه که من این خوابامو مطرح میکنم، تو کلاسام مطرح میکردم،
در طول سالیان البته همه خوابا رو میبینن، ولی خب رو من خیلی حساس شدم اینجا تو مشهد. ضمن اینکه حالا شاید یه دلیل دیگه‌اش بی برگرده که میگفتن پدر بزرگ من تازه به دنیا اومده بود صحبت کرده بود، خب من گفتم شاید گرسنه بوده یه چیزی، که اینا گفتن نه این صحبت کرده. بعد رفته بودم پیش شیخ شهرمون، گفته بودم ای یا خودش یا پسرش یا یکی از نسلش فلان و فلان اینا. بعد یه خواب دیگه هم برای من دیده بودن همسایه‌مون، من که به دنیا اومده بودم یکی از همسایه‌مون اومده بود به پدر مادرم گفته بود من خواب دیدم که امام رضا اومده گفته که اسم پسرتون رو تقی بذارید و غلام من کنیدش. و بعد اینا این کار کردن، من برده بودن حرم امام رضا، این گوشم رو سوراخ کرده بودن اونجا که یه حلقه غلامی تو گوشم گذاشته بود، گوشم رو من مقاومت کرده بودم، این کارو کردم، این لاله گوشم کشیده شد دراز شد که یکم بلندتر شد از این لاله گوشم، که بعد تو کلاس بعضی دانش آموزای مشکوک خیلی اذیت میکردن. همون سال 75 رفتم بجنورد بودم تو روس شغان، یه همشهریمون متخصص جراح گوش و حلق و بینیه، حقوق 3 ماه منو گرفت که این گوشم رو در واقع این کار کنه، یه ذره لالش کوچکتر بده اینطوری بشه مثل این بشه، که بعد منو بیهوش کرد تو بیمارستان و یه 2 روز بستری بودم و باند گذاشته بود تو گوشم و پر خون. بعد گفت برو مثلا بعد 10 روز باند و وردار درست شده. من اومدم این کار کردم، این لاله گوشم بلندتر شده بود. ویدیو گذاشتم که پزشکای در واقع که ما بهش مراجعه میکنیم داره با ما چیکار میکنه، که میتونید تو کانال یوتیوب هم اون ویدیو هم ببینید. و ای که این مافیا که این در واقع مرجع تقلیدش رو طالع منو دیده داره با ما چیکار میکنه، اون ویدیوهاش هم میتونید تو یوتیوب من ببینید. حالا گفتم رفتم آنکارا، سفارت اسرائیل هم رفتم و وحشت تمام وجودم رو برداشت موقعی که دیدم اونا ریز اطلاعات من رو که این مافیا به ویژه از موقعی که مشهد اومدم تو آپارتمان من دوربین گذاشتن، یه نفر رو بالا آپارتمان من مستقر کردن دوربین گذاشتن، سفارت اسرائیل ریز اطلاعاتی که این مافیا فقط میدونه و من و خدا، اونا هم اطلاعات منو داشتن. حالا نمیدونم واقعا سفارت اسرائیل بود من رفتم اونجا، اون ویدیوها هم راجبی تو آنکارا با من چیکار کردن رو ببینید و قضاوت با شما، که این مافیا بالاخره رهبرشون از نظر من عجیب و مزدور کی هست. و دیگه چند تا پست گذاشتم تو همین هایلایت های اینستاگرام هم. با توجه به اینکه حتی مقالات و کتاب های من در نه تنها در ایران، در اروپا و آمریکا هم نمیذارن منتشر بشه. حالا این مقاله آخرم راجع به تئوری های آموزش سیاسی و روش تدریس آزادی بخشم و اگه منتشر نکنم تو همین اینستاگرام هم میذارم، 25 صفحه است به زبان انگلیسی، تا شما ببینید واقعا کاری که من کردم در سطح بین المللی بی‌نظیر هست و واقعا روش تدریس من به تمام معنا ضد استبدادی، ضد تمامیت خواهی، ضد کپیتالیستی و ضد امپریالیستی و در خدمت ارتقای شرایط مردمان و به ویژه مستضعفایی هست که حالا امپریالیسم بین الملل، کپیتالیسم بین الملل، تمامیت خواها، اونا رو از نظر فکری هم به واسطه سیستم تعلیم تربیت و آموزشیشون ضعیف و مستضعف نگه داشتن، علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی و فرهنگی ضعیف نگهشون داشتن تا بتونن راحت تر سهمار و استعمار و استثمار و غارت و چپاولشون. زمینه ای که توی 20 چند سالی که تو مشهد هستم چندین بار رفتم حرم امام رضا علیه السلام، درخواست دادم که خادم بشم، حالا کفشا رو تمیز کنم فلان اینا، اجازه نمیدن. بعد من یه بار بهشون گفتم، یه نفر بود میلیاردر بود، چند تا کارخانه داشت، فاسد بود، اونو اجازه دادید منو پول ندارم اجازه نمیدید، یا شاید به خاطر اینکه کنجکاوی بکنم اجازه نمیدید. چون یه ویدیو گذاشتم تو وبلاگم، یه فایل صوتی تحت عنوان من و یلدا و امام رضا، حتما گوشش کنید. ضمن که بهشون گفتم شما یه فرد نزولخوار و که به قول خود شما من کار ندارم، میگید چیزی که میخوره نجس هست و نه اهل نمازم نیست کسی که نزول بخوره، اونو برداشتید 3-4-5 میلیارد تومان ازش گرفتید، یکی از همکارا تو مدرسه دستگاهی به مسجد میگفت، کنار امام رضا دفنش کردید. امام رضایی که داره میگه که کسی که نماز نخونه از ما نیست،
چطوری همچی فردی رو ورمیدارید کنار امام رضا دفن میکنید به خاطر پول؟ برای یه حق به من بدید که من میگم اسلام و امام رضا رو هم مثل ما به گروگان گرفتید بی ربط نمیگم. خیلی حرفا دیگه دارم که متاسفانه فعلا نمیگم، چون واقعا حرف حق زدن دفاع از مظلوم جرمه.